بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمان‌های ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا میشوید با بیماری‌ها و درمانی آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من محمد حکیم هستم، مجری برنامه رادیو مهر و محقق طبی نیاگان. شنوندگان عزیز، همانطور که می دانید یکی از مسائل مهمی که ما باید به آن توجه کنیم همین سلامتی بدن است و خدا را سپاسگزار باشیم که به ما نعمت سلامتی داده است. یکی از کارهایی که ما باید برای سلامتی بدنمان انجام دهیم تقویت سیستم ایمنی بدن است. اگر سیستم ایمنی ما قوی باشد، بیماری ها و ویروس ها نمی توانند به سادگی ما را زمینگیر کنند. و اما ما چی کار کنیم تا سیستم ایمنی قوی داشته باشیم؟ انسان همان چیزی است که می خورد، یعنی بدن ما تشکیل شده از چیزهایی است که ما آنها را می خوریم. اولین قدم برای تقویت بدن و روح انسان پیشگیری است. پیشگیری از حرام خوردن، حق کسی را خوردن و دومین قدم هر چیزی را در وقتش خوردن و سومین قدم چگونه خوردن آن است. شنوندگان عزیز، من برای شما یک مثال میزنم، یک مثال ساده درباره آب خوردن. اگر بدن شما گرم باشد و شما همان لحظه آب سرد میل کنید، این کار شما در طول زمان و با تکرار باعث می شود تا جگر شما چربی بگیرد. اگر جگر شما چربی گرفت، کارایی خودش را از دست می دهد و اگر جگر کاراییش را از دست داد، یعنی آن وظیفه‌ای که دارد را انجام ندهد، باعث می شود که شما بیماری های پوستی بگیرید. پس با این حساب مراقب خودتان باشید. دوستان عزیز، من در این برنامه برای شما یک نسخه بسیار خوشمزه آوردم که اگر آن را انجام بدهید سیستم ایمنی بدنتان بالا می رود و در این وضعیت کرونا ویروس هم بسیار مؤثر است. امروزه بسیار کسانی هستند که از ضعف سیستم ایمنی رنج می برند. پیشنهاد ما برای آنان این است: استفاده روزانه یک قاشق غذاخوری عسل و کمی پودر دارچین هر روز صبح ناشتا. یعنی هر روز صبح قبل از صبحانه یک قاشق غذاخوری عسل و پودر دارچین را میل کنید تا سیستم ایمنی قوی داشته باشید. دارچین سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و بدن را از میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها محافظت می کند. دانشمندان علم پزشکی دریافتند که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین آهن است. شنوندگان عزیز، سعی کنید در مصرف عسل مداومت داشته باشید، زیرا مداومت در مصرف عسل باعث می شود که گلبول های سفید خون تقویت شود و اگر گلبول های سفید خون تقویت شد، ویروس ها و باکتری ها و میکروب ها شما را براحتی زمینگیر نمی کنند. نسخه های دیگری هست که در برنامه بعد خواهم گفت.
شنوندگانی عزیز، سوالات و پیشنهادهای خود را که در رابطه با بیماری یا طب نیاگان است به شماره واتساپ +99 777 390 99 94 ارسال کنید. سوالات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است و حتماً به آن پاسخ خواهیم داد. شنوندگان عزیز، ما در برنامه های آینده در رابطه با بیماری ها و راه های درمان ساده آن صحبت میکنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه بعد، برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.